تلفنشون میده بزرگترین لوب لوب پیشانیه، بعد توی لوب پس سری درک در واقع سیستم مربوط به بینایی هست. خب رابطه بین دوتا نیمکره رو نشون داد، رابطه که بالاتر اسمش رابطه پینهیه، رابطه که پایینتر مثلثی شکل، در دو طرف این رابطه ها بدهای جانبی یک و دو قرار گرفته، کف این بدهای جانبی اجسام مخططه که مایه مغزی نخایی رو ترشح میکنه. از سطح پشتی اگر که ما مغز رو نگاه بکنیم، مخچه رو میتونیم ببینیم، کرمینه رو میتونیم ببینیم، ولی همچین چیزی از سطح شکمی قابل رویت نیست. ولی اگر از سطح شکمی بیایم مغز رو نگاه بکنیم، بصل و نخا، پل مغزی، مغز میانی، کیاسمای بینایی در سطح شکمی قابل رویته. چرا این فیلم طول سال استفاده نکردیم؟ خیلی فیلم به درد بخوریه. البته بعد برای دوره آخر استفاده بکنیم، میتونه خیلی کمک کننده باشه. خب اما یه ترتیب دلم میخواد که شما عزیزان یاد بگیرید و اون ترتیب این شکلیه. میخواید اصلا من از نه این فعلا خوبه. ببینید ترتیب اینجوریه، از پایین به بالا میشه بصل و نخا، پل مغزی، مغز میانی، تالاموس ها. بالای تالاموس ها رابطه سگوشه، بالای اون رابطه پینهیه. پس بصل و نخا، پل مغزی، مغز میانی، تالاموس ها، رابطه سگوش و جسم پینهی. خب حالا همین قصه رو داره اینجا نشون میده. بله و حالا اعصابی که از سیستم دستگاه عصبی مرکزی خارج میشن. مرسی. فعلا تصویر خودمون رو برگردونیم. من یک موضوع تکراری رو میخوام براتون شرح بدم. بچه ها خواهش میکنم دقت داشته باشید. جمع صحبتهای ما با هم دیگه تا اینجا به این شکل شد که شما یاد گرفتید خون تیرهی که از قلب میره بیرون، میره به شش، یه شبکه مویرگی رد میکنه، روشن میشه، برمیگرد. خون روشنی که از قلب میاد بیرون هم میخواد بره سر، میخواد بره گردن، میخواد بره دست و پا، در اغلب موارد فقط از یک شبکه مویرگی رد میشه، بعد برمیگرده به قلب. در دو جا از دو شبکه مویرگی رد میشه، یک کلیه، دو دستگاه گوارش و البته تحال. تو کلیه اینجوریه، شبکه اول خونش روشنه، شبکه دوم اول روشن بعد تیره. دستگاه گوارش اینجوریه، شبکه اول خونش روشنه بعد تیره، شبکه دوم کلن خونش روشنه. خب اما در مورد خون رسانی به استخوان هم میخوایم با همدیگه صحبتی بکنیم. اول از همه یه چیزی رو من بهتون بگم، بعد یک تصویر بسیار جذابم براتون گذاشتم که دیگه هیچ وقت استخوان یادتون نره دقیق درکش بکنید. اولا شما باید ساختمان استخوان دراز رو کامل کامل بشناسید. اینها در استخوان دراز از بیرون به درون، بچه ها تو دو بخش تا
تنه و سر تفاوت داریم. در تنه از بیرون به درون، اول دو لایه بافت پیوندیه، بعد استخوان فشرده است، بعد اسفنجیه، اون وسط هم مغز زرد. پس دو لایه بافت پیوندی، بافت فشرده، بافت اسفنجی، مغز زرد.